بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن ما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته برادران و خواهران و بزرگوار خوشحالم که باز هم در خدمت شما بزرگواران از سلسله عندي اندیشه برتر قرار دارم امیدوارم که هر جایی در پناه الله بزرگ و متعال سبحانه وتعالى تعالی قرار داشته بشید. حقیقتا در بحث گذشته یا به اصطلاح در برنامه گذشته ما مباحثی داشتیم پیرامون این مسئله که از شبهات معروفی که اسلام ستیزان و در تبع اونها پیروی اونها سیکولارها دارند این بود که آنها مدعی هستند و ادعا می که چون فقها ها با هم اختلاف دارند یعنی در مسائل فروعی اینها پس بنابراین اسلام غیر قابل تطبیق در عصر حاضر ما اساسا پیرامون این مسئله صحبت کردیم و حال می که به یک مبحث دیگری که در واقع ارتباطی داره و من در لابلای اون برنامه وعده دادم برایتان که در این قسمت پیرامون این قضیه صحبت خواهم کرد اینه که آیا قوانین وضعی بهتر از قانون اسلام و قانون اسلام صلاحیت تطبیق را در عصر حاضر نداره؟ آیا این ادعا اساسا درسته؟ آیا این حرف درسته که کسی چون این چیزی بگویه؟ حالا صرف نظر از اینکه یک مسلمان چون این چیزی بگه که من حکم این مسئله را خواهم گفت که از نقطه نظر اسلامی بدون شک و تردید که این کفر کفر واضح است اما خب طبیعتا ما در برابر کسانی هستیم که اینها به اسلام باوری ندارند و به اسلام اعتقادی ندارند و سرانجام چون این میآیند میاین تکرار میکنن و چون این میگن درسته؟ به خاطر این یعنی حقیقتا نیاز هست که در ابتدا به خدمت شما بزرگواران این مسئله را مطرح بکنم که آیا اساسا اسلام اسلام گفته که باید حکم فقط برای الله باشه و قوانین الله متعال در روی زمین تطبیق بشه یا خیر درسته پس این مسئله را اول حل می کنیم ان الله بعدا میپردازیم به مباحثی که پاسخ برای اسلام ستیزانه چون به عرض تاسف برخی از مسلمان هایی که فریب خورده هستند مسلمان هایی که در واقع نمیدانند حکم این مسئله را که یکی از نواقض اسلامه که کسی نعوذ بالله قوانین وضعی را یا هر قانونی را هر حکمی را بر حکم الله نعوذ بالله ترجیح بده بدون شک و تردید این کفر سریه و کفر واضحه و کفر آشکاره اما به هر حال می بایست که به این مسئله بپردازیم و در صحبتی صورت بگیریم خب حالا تا این که فرد مسلمان یعنی حقیقتا به این مسئله پی ببره که می توجه جدی داشته باشه به این مبحث و این مسئله مسئله اعتقادی هست و مسئله ای هست که به اعتقاد و باور انسان در واقع ارتباط داره و بلکه به ایمان و کفر انسان ارتباط داره و می باید که این مسئله فهمیده بشه اولا در قرآن عظیم و شن ما می بینیم که حکم فقط برای الله متعاله قانون الله فقط باید در سرزمین الله تطبیق بشه نه قانون دیگری نه نظام دیگری اساسا الله متعال سبحانه و تعالی پیامبران را فرستاده برای این قضیه برای این مبحث و برای این مسئله که پیامبران الهی بیایند و دین الله را آنگونه ای که هست برای مردم تشریح بکنند و برای مردم توضیح بدن و بگن برای مردم اساسا هدف از آمدن انبیا علیهم و السلام همینه تا اینکه که مردم از سردرگمی در بیایند و بفهمن که حق چیه و باطل چیه این طور که نیست که یعنی هر کی به خود باشه و هر, کس هر کاری که دلش خواست انجام بده و هیچ کسی هم نباشه برایش بگه که بابا جان این شرعی هست یا نیست به هر حال درست است درست نیست هر, هرکاری کس هر کاری که دلش خواست انجام بده این طور نیست درسته شما ببینید که الله متعال سبحانه و تعالی میگه که و انحکم بینهم بما انزل الله برای پیامبر میگه ای پیامبر اینکه که حکم بکنی تو در میانشان به آنچه که الله فرستاده ولا تتبع اهواهم و ای بر از اهوا و خواهشات نفسانی آنها پیروی نکن و برای هر انسان و مؤمنی میگه که و برای هر کسی که در سرزمین الله حکم را در دست میگیره اینکه حکم بکنه با آنچه که الله مطال سبحانه و تعالی فرستاده اینطور نیست که هر کس هر چی دلش خواست هر قانونی و هر آشغالی را به اصطلاح هر قانونی که جایش زبالدانی سان را بیاره در میان مردم و تطبیق بکنه و هرچی که دلش خواسته باشه اینطور نمیشه و بعد از آن الله تعال سبحانه و تعالی این خود در سوری مبارکه مائده هست و آیه یعنی طولانی هست در جای دیگه الله تعال سبحانه و تعالی میگه که در سوری مبارکه جاثیه آیه ایجده ثم که على شریعت من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذین لا يعلمون الله میگوا پیانبر ما برای تو شریعتی قرار دادیم در امور که تو از آن پیروی بکنی آن را پیروی بکنی ولا تتبع اهواء الذین لا یعلمون تو مطابعت نکن اهوا و خواهشات کسانی را که نمیدانند و همچنین اینکه حکمیت فقط برای اللهو پیانبر اه درست ه اللهم تعال سبحانه و تعالی در آیه 65 سوره مبارکه نسا می فرماید فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکیمو که فیما شجر بینهم ثم لا یجیدو فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلیم تسلیما الله میفرماید که به پروردگارت قسم پیانبر نه این چونین نیستی اینها لا یؤمنون اینها ایمان نمی داشته باشند ایمان ندارند حتی یحکیمو که فیما شجر بینهم تا ای که توی پیانبر را حکم قرار ندن در آنچه که در میانشان اختلافه درسته باید پیامبر به با عنوان حکم باشه دین الله به عنوان حکم باشه اینطور نمیتونه که قانون دیگری در جای قانون الله قرار بگیره در سرزمین الله و این در سوره مبارکه نسا هست و همچنین الله متعال در سوره مبارکه نور آیه 47 الله میفرماید و یقولون آمنا بالله و بالرسول و اطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما اولئك بالمؤمنين الله متعال در مورد منافقين میگه میگه اینها میگن که ما ایمان آوردیم به الله و پیامبر و اطاعت میکنیم اما چیکار میکنن ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك بعد از آن گروهی و جماعتی از این مورد در واقع روی میگردانند و توجهی نمیکنند و ما اولایک بالمؤمنین الله متعال از اونها سلب ایمان میکنه میگه اینها ایمان ندارن اینها مؤمن نیستن دروغ میگن فقط ادعا میکنن این ادعا نیاز به ایمان نیاز به اطاعت و پیروی داره نیاز به عمل داره نیاز به این داره که تو به آنچه که ایمان آوردی واقعا پایبند باشی نه ای که بگوی من ایمان آوردم اما قانون الله را در سرزمین الله قبول نمی کنم این که نشد این که داشود این خب اساسا یعنی ایمان انسان سقوط میکنه با چون این حرفی که تو نظام الله را در سرزمین الله و قانون الله را قبول نکنی بلکه به قانون دیگری روی بیاری درسته والله المستعان حالا حالا این حالا ملحد بماند به اون طرف اسلام ستیزان عموما بمانند به اون طرف اما کسی که ادعای ایمان میکنه باید این نکات رو توجه داشته باشه که این حرف که شخص بگه نعوذ بالله قانون وضعی از قانون الله بهتره و تاریخ قانون الله گذشته این کفر مطلقه کفر محضه و شخص را از دایره ای اسلام خارج میکنه و مرتد میشه با چون این حرفی چرا؟ حالا اینکه از یک طرف آیات قرآن کریم را رد میکنه از طرف دیگر حکمت پروردگار و متعال و علم الله را زیر سوال میبره یعنی الله متعال از یک طرف میگه دین جهانی است درسته از یک طرف میگه دین جهانی است از طرف دیگر پیامبر را پیامبر آخر الزمان زمان معرفی میکنه و برای پیامبر میگه برای مؤمنین میگه که این پیامبر پیامبر آخره پیامبر آخره و پیامبر خاتمه بعد از آن هم خاتم هم خاتمه پیامبری هست که خلاص دیگه به او یعنی تمام میشن پیامبران دیگه پیامبر بعد از اون نمیایه و این دین امتداد داره این دین امتداد داره و در کلام پیامبرش علیه الصلاه و السلام هم خیلی واضح و آشکار این مسئله وجود داره اما بعد کسی بیا نعوذ بالله بگه که این دین قابل تطبیق در این زمان نیست آیا این حکمت الله را زیر سوال نمی آیا نسبت جهل نعوذ بالله به با الله نمیده یقینا که بله بدون هیچ تردیدی برای حکم میده به این که نعوذ بالله الله مطال سبحانه و تعالی نمیدانسته دین را فرستاده و بعد قابل تطبیق نیست در حالی که دین جهانی است و دین برای همیشه هست چطور ممکنه یعنی از هر طرف شما ببینید متاسفانه کفر آن خیلی واضحه کفر چون این حرف خیلی واضح و شفافه حالا میخواهیم که این شبه را در واقع پاسخ بدیم که هم در ایمان مؤمنین افسوده بشه و هم انسانهایی که ضد اسلام و دین زند به خوبی مسئله را درک بکنن به خوبی مسئله را بفهمند ببینید دوستان گرانقدر قطر اساسا این شبه را باید در دو محور بنده پاسخ بده یا در دو نکته بسیار اساسی نکته ای اول اینه که شریعت اسلامی شریعتی است که ربانیه و بنابراین تقاضای آن کماله اینکه این دین باید کامل باشه جامع باشه و شامل باشه درسته ربانی بودن این این, این معنا را داره و از طرفی آیات قرآن عظیم و شن دلالت بر دیمومت به اصطلاح دائم بودن دیمومیت و دائم بودن این دین را میکنه که این دین کامله و دائمه این دین کامله جامعه و شامله و, و همچنان دائمه درسته و می اینها را داشته باشه و از جمله صفات بارزی که این شریعت اسلامی داره اینه که در عین حال که ثابته یعنی یک سری ثوابت داره در کرار ثوابت بودنش یک سری انعطاف پذیری های داره یک سری انعطاف پذیری های داره که من توضیح میدم و به خاطر همینه که این شریعت شریعت غرای محمدی علیه الصلاه و السلام جاودانی است و در مقابل آن تطور پذیره تکامل پذیره چطور؟ من توضیح میدم الله. و همین صفته، همین صفتی که در عین حال که ثابت ثوابت داره میبینین تطور پذیره تکامل پذیره انعطاف پذیره درسته در عین حال که تکامل پذیره در عین حال که تطوری است همچنان به خاطر اینه که ما در واقع میگیم این دین صلاحیت تطبیق را در هر زمان و مکانی داره این طور نیست که فقط در یک زمان محدودی باشه یا در یک مکان محدودی باشه بلکه میتونه که قابلیت تطبیق را در تمام زمانها و در تمام مکانها داشته باشه درسته من این مسئله رو برایتان بیشتر واضح بکنم ببینید شریعت اسلامی در اهداف و مرام خود ثابته دقت کنید در اهداف و مرام خود ثابته اما در وسائل و ابزار میتونه که انعطاف پذیر باشه البته آن وسایل و ابزاری که مشروع باشه نه وسایل و ابزاری که مشروع نباشه چون وسیله در واقع نمیتونه که مبرر باشه یا هدف نمیتونه که مبرر وسایل باشه که تو والله هدف خوبی داری میتونی از هر وسیله استفاده بکنی نه این بس به هر بماند به جای خود بیشتر این این, این مبحث رو ان توضیح میدم برای تا پس در اهداف و مرام خود درسته اسلام عزیز و شریعت اسلامی ثابته اما در, اه در وسائل و ابزارها برای رسیدن به این اهداف انعطاف اعتاف بزیره میتونه مثلا هدف یک امر مهم باشه اما زیر یک نام دیگری و به یک طریقه دیگری به یک گونه دیگری در زمانی که مناسب اونه هدف یعنی باقیه هدف باقیه مرام اصلی باقیه اما با یک وسیله دیگری که راحت, راحت تر بشه درسته؟ اشکالی به این مسئله نداره با عنوان مثال میگم برایتان هدف از اذان از چیه؟ رساندن صدا هست رساندن صدا برای مردمه اما شریعت اسلام نگفته که شما هیچ وقت مثلا از میکروفون یا به اصطلاح از صدای بلند آنچه که صدا صدای شما را بلند میکنه استفاده نکنید اگر در زمانی حالا مثلا در زمان ما امروز میبینید لایس های بسیار بلنده برنگوهای بسیار بلنده حالا اگر کسی از اینها استفاده میکنه ابزار و اشکالی داره نخیر اشکال نداره شریعت اسلامی مجاز میده درسته مهم این هدف مهم این مرامه این ثابته این ثابته که رساندن این صدا برای مردمه حالا به هر طریقی که راحتتره و بهتر و خوبتر از اون استفاده بکنید درسته و ها بقیه مسائل بقیه مسائل به شرط این که گفتم این وسیله و این ابزار در واقع اینها شرعی باشه و این وسایل و ابزار مخالف شرع نباشن مثال میگم برایتان یک کسی میگه بین مردم را تشویق میکنیم به دین اما از طریق موسیقی درسته که تشویق به دین میکنی هدف خوبی داری اما وسیلت درست نیست وسیلت نمیتونه که این هدفت نمیتونه که وسیله تو را تبریر بکنه وسیله تو را توجیه بکنه به هیچ عنوان این یعنی این جهت رو باید مد نظر داشت این جهت رو باید مد نظر داشت پس اسلام ستیز باید بدانه که اسلام یکی از خوبی های ش... 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 شریعت اسلامی اینه که در عین حال که ثبوت داره مثلا ثابته حالا مثلا در این مسئله که در اهداف و مرامه میبینیم که در وسایل و ابزار دست را باز گذاشته دست را باز گذاشته پس همیشه میتونه قابل تطبیق باشه درسته همیشه میتونه قابل تطبیق باشه چون دستت را نبسته که نه باید فقط هم از, از این وسیله و از, و از این ابزار استفاده بکنی و وسایل و ابزار دیگر را توجه به آن نداشته باشی چون این نیست یا مثلا در اصول و کلیات اسلام ثابته اما در فرو و جزئیات انعطاف پذیره مثلا در اصول و ثوابت غیر قابل اجتهاده مثلا من در برنامه گذاشتم صحبت کردم یعنی پیرامون مباحث دستبندی که به حال یا مراتبی که شریعت اسلامی داره اصول و کلیات و اجماعات اینها غیر قابل اجتهاده تو نمیتونی بیای اجماع بکنی یا شزوز بکنی در برابر اجماع یا مثلا در بسال بیای اجتهاد بکنی میگی نه من این رو قبول ندارم اصول کلیات غیر قابل تغییره غیر قابل تغییره اما در فروعات و جزئیات اسلام عزیز انعطاف پذیره میتونه قابل اجتهاده قابل اجتهاد محتمل یعنی یک انسانی مثلا یک عالمی در اون زمان یک اجتهادی کرده امروز اون اجتهادش قابل قبول نیست بنا به برداشتهایی که از نصوص کرده قابل قبول نیست قابل تطبیق نیست خب طبیعتا باب اجتهاد بازه شخص میتونه در اون مسئله اجتهاد بکنه کسی که اهلیت اجتهاد رو داشته باشه این دروازه رو به سویش نبسته درسته میتونه که بر اساس اینکه بر اصول و ثوابت محکمه اصول و ثوابت را مد نظر میگیره و بر اساس آن اجتهاد میکنه در جزئیات و در فروع در جزئیات و در فروع بعد از آن مجال برایش هست و به خاطر همین میگن اختلاف صائغ اختلافی که معتمد اختلافی که قابل اعتباره یعنی اعتبار داره کسی نمیتونه اون رو رد بکنه مجال اجتهاد در آن هست به این میگن اختلاف صائغ یکی از معانی و مفاهیمش بحث دیگر، در دین، در اسلام، در شریعت، اخلاق ثابت و پابرجاست. ببینید، در شریعت اسلامی، دین و اخلاق ثابته، دین و اخلاق ثابته. اما در مسائل دنیوی و علمی، مجال بازه، درسته؟ دین غیر قابل تغییره، اخلاق غیر قابل تغییره، در هر زمانی، در هر مکانی، در هر جایی، درسته اخلاق یک اخلاق یک اخلاق تعریف شده ای داره یک اخلاق تعریف شده ای داره این غیر قابل تغییره در اخلاقیات اصول اخلاق اصول اخلاق درسته اما اخلاق به معنای عامش نه به معنای خوش خوش که به اصطلاح این یک بخشی از اون میباشه نه اخلاق به معنای عامش درسته اما در مسائل دنیوی و علمی اسلام دستت را باز گذاشته و به خاطر همینه که شما در طول سیزده قرنی که مسلمان ها در طول 13 قرنی که مسلمان ها و اسلام در بسیاری از کشورها در واقع حکومت میکرد و بسیاری از ملتها حکومت می کرد شما می بینید پیشرفته های چشمگیری که امت اسلامی داشت تا جایی که غربی ها در اوج تاریکی به سر می بردن اما مسلمان ها در اوج پیشرفت و در... یعنی تکنولوژی زمانشان به دستشان بود و پیشرفتی که میبایست داشت تمدن بسیار قوی داشته به دلیل اینکه اسلام دستشان را باز گذاشته یعنی مخالفت نکرده با این مسئله مانند دین نصرانیت که مخالفت میکردند مانند گالیله و امثال آنها چی بلاهایی که بر سرشان نیاوردن درسته چون قدرت به دست کلیسا بود و دینشان این را برایشان میگفت اما در اسلام اینطور نیست در اسلام عزیز شما میبینید که در این مسائل دست تو را باز گذاشته یعنی در مسائلی که علمی هستند یعنی اکتشافات علمی یا دستاوردهای علمی درسته در اینها دست را باز گذاشته مخالفت اسلام با اینها نداره مخالفت نداره به شرط این که این علم را هم یک دائره بر آن گذاشته اینطور نشه که به عنوان مثال کسی به نام علم برای سلای استهی بسازه و سلای کشتار دست جمعی بسازه بر اساس این علم یا کارهای انجام بده که ضد بشری باشه ضد انسانی باشه خب باز اخلاقیات اسلام این را اجازه نمیده اخلاقیات اسلام این دو اجازه نمیده و اینه که اسلام صدا میزنه بر همه بیار بابا جان تو که میگی علم علم دستت رو کلا باز گذاشتی شما خب بلای جان شدید بر ملت ها به نام علم اما اسلام عزیز یک سر و اصول یک سری اصول و ذوابتی را حتی در این مسئله میگذاره یک سری اصول و ذوابتی حتی در این قضایا در قضیه علم گذاشته میشه یا در مسائل دنیوی این بدون معنی نیست که دستت کلا یعنی باز باشه درسته مثلا به عنوان مثال در مسائل اقتصادی هر کاری که دلت میخواه انجام بدی یک بار کاپیتالیسم باشو یک بی... کاپیتالیست باشو یک بار سوسیالیست بشو نه نه اسلام یک قانون تعریف شده داره به حال ولی برای تو اجازه میده که کار بکنی برای تو از راه های مشروع از راه حلال و درست به تو اجازه داده که کار بکنی و پیشرفت بکنی در مسائل اقتصاد پیشرفت بکنی در مسائلی که تکنولوژی ساینس پیشرفت بکنی یعنی کسی به تو مخالفت نداره و اسلام مخالف این نیست درسته مخالف این مسئله نیست اما بعد از این همه تقسیم بندی هایی که کردیم حالا این تقسیمات را دقل گفتیم و توضیح دادیم باز هم اسلام ستیز مسئله را نفهمیده چی میگه؟ میگه که جوهر شریعت شما گفتین غیر قابل تغییره یعنی اصول و ثوابت اینها غیر قابل تغییرن اما انسان قابل تغییره انسان قابل تغییره آیا انسانی که در گذشته بوده با انسانی که در امروز یکی هستن اینطور میگه میگه جوهر انسان در حال تغییره با وجودی که شما میگید جوهر اسلام جوهر انسان در حال تغییر اما جوهر اسلام یا به اصطلاح ثوابت اسلام غیر قابل تغییر پس چطور میشه که ما اینها رو ت... اینها رو در واقع ما بیایم اسلام را در این زمان تطبیق بکنیم دقت کنید دوستان عزیز ببینید دوستان گرانقدر اولا جوهر انسان قابل تغییر نیست بلکه این عرض انسانه که قابل تغییره یعنی انسان در معرض بعضی از عوارض قرار میگیره و این هاست که تغییر میکنه نه که جوهر و ذات او تغییر بکنه جوهر و ذات انسان تغییر نمیکنه دقت کنید این نکته بسیار مهمه و بعد از آن ما گفتیم که دوستان گرانقدر یک سری اصول هست که اصول انسانی و اصول دینی و شرعی است انسان یعنی مثلا در اخلاقیات در اخلاقیات آیا یک زمان خواهد رسید که مثلا کسی بگه دزدی خوبه کسی بگه قتل خوبه کسی بگه زنا خوبه بعد میگه که عقلش کلا یعنی در هم و بر هم بشه و دنبال خرابکاری و دنبال فسادکاری باشون بحث جداییه در هر زمانی در هر شرایطی در هر مکانی انسان نیاز به عبادت داره نیاز داره که یک روحش آرام بشه یعنی یک آرامش روحی پیدا بکنه و در پیشگاه الله متعال سبحانه و تعالی زانو بزنه و عبادت بکنه درسته پس اینها غیر قابل تغییر اینها تغییر نمیکنه که اینها در انسان تغییر نمیاره و از طرف دیگر دوستان گران قدر شما ببینید به عنوان مثال اسلام عزیز تاکید کرده برای شورا درسته اما در اصالی به آن طبیعیست که به سوی خبرگان و به سوی کسایی که اهل تجربه هستند توجه میکنه درسته یعنی اصلش ثابته اما در فروعاتش در اینکه به اصطلاح اهل تجربه باشن اهل خبرگان باشن انسانهایی باشن که واقعا یعنی درست و صحیب بفهمن و اهل شورا باشن در این مسئله دست را باز گذاشته در این مسئله دست را باز گذاشته و از طرف دیگر دوستان گرانقدر ببینید در واقع این مسئله که عرض کردم به خدمتتان که نصوص شرعی را اگر شما ببینید یعنی مجال اجتهاد داده و به خاطر همینه که شما ببینید در بحث فتوه یعنی با وجودی که جوهر انسان یعنی جوهر انسان نه بلکه عرض انسان یا عوارض به اصطلاح قابل تغییر هست در انسان و به خاطر همینه که شما بینید بحث فتوا یا بحث اجتهادات فرق میکنه به عنوان مثال فقه اقلیتهای مسلمان مثلا در کشورهای غربی یعنی فقه اقلیت ها با فقه که در سرزمین اسلامه در دار اسلامه طبیعتا در برخی مسائل تفاوت وجود داره فقه اقلیت ها یک سری تفاوت های داره و به خاطر همینه که علما تاکید میکنن روی این مسئله که شخصی که فتوا میده باید نسبت به اون جامعه معلومات داشته باشه یکی از شروط مفتی هست مثلا تو فتوا میدی در مورد مثلا در مورد آفریقا درسته وقتی وضعیت آفریقا رو نفهمی یعنی از مجتمع و از بافت اجتماعی آن خبر نداشته باشی از مردم آن اطلاع نداشته باشی که به خطا میری طبیعی است که به خطا بریم و به خاطر همینه که در بحث فتوا میبینین غیر یعنی قابل تغییر هست بعضی از مسائل تغییر میکنه بعضی از مسائل یعنی قابل تجدیده یعنی نه اصول و ثوابت اصول و ثوابت به هر حال در هر جا یکی هست تفاوتی نمیکنه کنه حالا اصول اخلاقی و اصول عبادی اینها همه در هر جا یکی است غیر قابل تغییره دیگه اینها خب تغییر نمیکنه اما در در, در ابزار و وسایل یا در بعضی از فروعات و جزئیات و یا در مسائل دنیا و علمی میبینین که اسلام دستت را باز گذاشته دستت را نبسته که نه حق نداری از این دایره خارج بشی دستت را باز گذاشته پس این اصول و ثوابت به جای خودن و اینها در هیچ زمان تغییر نمی کنن. در نسبت به هیچ انسان تغییر نمی کنن. نسبت به همه انسان یکسانه و نسبت به همه زمان ها یکسانه و نسبت به همه مکان یکسانه فرق نمی کنه. یک اخلاقیاتی دارن مثلا شما فکر بکنید که 1400 سال قبل گفته دزدی حرامه مگر امروز بگه نه دزدی حلاله خب طبیعی که امروز هم دزدی حرامه شخصی که دزدی میکنه درسته اسلام میگه که تو به عنوان یک قانون ای آدم جزا بدی دستش را قطع بکن. چرا در این روز قابل تطبیق نباشه؟ آیا قانون شما قابل تطبیق قانون وضعی شما قابل تطبیقه؟ که شما دوست را میگیرید اون را میاندازید به زندان. من مثال میدم برای تان. به عنوان مثال که فکر کمی باز بشه. اندیشه ها کمی باز بشه. افرادی که فریب این چرندیات را در طول این مدت ها خوردن. ببینید. اسلام میگه دست دوز را ببر چون این دستی که دوز این دستی که دزدی کرده دیگه قابلیت ماندن نداره چون دست دراز کرده به طرف مال یک انسان البته با شروط و ضوابطی که داره که من در برنامه های خیلی قبل پرامون این مسئله به صورت مفصل پرداختم و گفتم شروطی را اسلام گذاشته اینطور نیست که بدون شرط باشه در مال در خود سارق در مسروق در همه چیز یعنی در, در مالی که دزدی شده و در مال از چه کسی دزدی شده یک سری و ضوابط داره درسته حالا با توفر شروط وجود شروط و انتفاع موانع حالا اسلام میگه دستش رو ببر خب این دستی که دوست دیده دیگه ارزش ارزش ماندن داره حالا شما مثلا چی قانون دارید شمایی که اینقدر قانون وضعی و قانون بشر و قانون فلان و این میگید خب طبیعتا شما نفر رو میاندازید به زندان از یک طرف عمرش رو زایی میکنید داخل زندان از طرف دیگر داخل زندان اونجا ب... یعنی گروه های مافیایی که هستن اونجا میره اگر امروز مثلا یک بایسکل دوز دیده به عنوان مثال فردا بیرون میشه یک تیاره ای مثال میگم برایتون یعنی تیاره خب شاید یعنی کسی اگر واقعا فراری باشه یا یک حکومت دار باشه حالا بحثش شده است که اون را دزدی بکنه یعنی یک چیز بزرگتری دزدی میکنه خلاصه درسته اگر امروز مثلا نفر را با یک سیلی زده یا به اصطلاح با یک چوبی زده مالش رو دزدیده فردا تفنگ به دست میگیره و به هر حال یک تفنگچه به دست میگیره و نفر رو یا یعنی نفر را زخمی میکنه میکشه و مالش را هم میبره چون با باندهای مافیایی اونجا در ارتباط شده و همه چیز را فهمیده از طرف دیگر جالبه این نفر دوست را مال نفر را دزدیده او را میفرستی به زندان باز همین نفری که مال بیچاره دزدیده شده اون خوب بشر نیست اون که به خاک مالش دزدیده شده لط خورده آبرویش ریخته به خانهش تعرض شده این مهم نیست اصلا اینها در پیش اینها مهم نیست چون قانون وضعیسته است هر حال قانونی که خود بشر برای خود ساخته و میخواهه که حکومت بکنه دقت کنید دوستان عزیز این مال این دزدی شده این نفری که بیچاره مالش هم دزدی شده ضربه خورده باز از همین نفر از مالیات از اون میگیرن به شکم این دزد میکنه خب این دزدی که در زندان از کجا میخوره خب طبیعیه که از مال همین من مال تویه مال اینه و مال همون نفری که بیچاره ای که مالش دزدی شده درسته و از طرف دیگر این خانواده این دوست چی بشه فرزندان این چی میشن بابای بالا سرشان ندارن ناناوری بالا سرشان ندارن و این آخر چی میشه سرنوشت اینها چی میشه بابا قانون وضعی مزخرفه مزخرفه و ها که در بقیه مسائل نفر نفری را میکشه تو را میاندازی به زندان باز از همون به اصطلاح خانواده مقتول خانواده کشته شده پول میگیری و شکم این قاتل میکنی بعد از چند مدت این را آزاد میکنی راه میکنی برو دنبال کارت حالا اونجا ب... اگر یک نفر کشته بیرون میشه صد نفر میکشه دستش یعنی خیلی راحت داره اصلا مهم نیست برایش من مثلا خیلی دیدم در کشورهای مثلا در حکومت گذشته افغانستان شما دقت کنید باور کنید من خودم این رو ویدیو دیدم نفر کشته آمده در پیش پلیس میگه من نفر فلانی رو کشتم با افتخار میگه میگه فیلم بگیرید از من 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 فلانی ولد فلانی فلانی رو کشتم خب میدانه که او را میاندازن به زندان سرانجام از زندان آزاد میشه اگر خانواده بزرگی باشه خب رهایش رها میشه یا اگر سرمایدار باشه پول میده خلاص میره دنبال کارش و حق در بقیه کشورها اینطوره یعنی بازی کردن با خون انسان ها، با مال انسان ها، با آبروی انسان ها خیلی راحته. اما اسلام عزیز یک قانونی میاره که 1400 سال قبل تا به امروز تا به اخیر دنیا قابل تطبیقه. و بلکه دوز را میترسانه که جرعت نکنه. قاتل را میترسانه که جرعت نکنه به خون کسی. انسان تهمتگر را میترسانه که جرأت نکنه تعرض نکنه به آبروی یک انسان. و حاکرد و بقیه مسائل. این زیبایی اسلامه این خوبی اسلامه مگر اسلام ستیز اینها را میفهمه درک میکنه الله المستعان و بعد از آن دوستان گرانقدر، مسئله دیگری که در اینجا وجود داره می که یعنی توجه داشت که اسلام عزیز ضرورتها ها و اعزار و ظروف را ظروف استثنایی را مد نظر داره در بحث شریعت و در بحث تطبیق احکام و مسائل یا مثلا تغییر فتوا و بقیه مسائلی که به حال نسبت به زمان و نسبت به مکان اینها قابل تغییر هستند در مسائلی که اصول و ثوابت نیستن و آخر یعنی قضایایی که به حال قابل توجهه و به خاطر همینه که یعنی بسیاری از کسانی که اهل انصافند اعتراف میکنند به این که اسلام بهترین نظامی داره که در هر زمان قابل تطبیقه یعنی هیچ زمانی نمیتونی که از این در بری و بگی اینجا قابل تطبیق نیست حتی در همونجا قابل تطبیقه با اصول و قواعدی که گذاشته و با مسائلی که به حال در اسلام عزیز مطرحه و در فقه اسلامی بس داده شده این مسائل انسان حیران میمونه متحیر میشه یعنی با جامع بودن و کامل بودن و شامل بودن این دین و این شریعت از طرف دیگر دوستان گرانقدر محور دوم یا نکته دومی که من خیلی سریع بگذرم به خاطر که وقت نگذره کامیابی شریعت اسلامی است و شما این کامیابی را هم در وحی میبینید و تشویقش هم در وحی میبینید هم در تاریخ میبینید هم در واقعیت زندگی مسلمانان مشاهده میکنید درسته در حالی که ناکارآمدی قوانین وضعی را شما در کشورهای مختلف میبینید یعنی اولا از یک کشور تا کشور دیگه فرق میکنه از یک زمان تا زمان دیگه فرق میکنه حتی این قوانین در ساخته افرادی هست که مادیگرا هستند بسا موارد یعنی افرادی که بیچاره ها فقیرن زیر پا میشن نظر به قوانینی که گذاشته میشه چون به اونها غیر قابل تطبیقه نمیتونن به اونها قانونی داشته باشن چون اینها بشرن بر اساس هوا و خواهشات نفسانی خود هر چی خودشان آمد میسازن و به خاطر همینه که از زمان گذشته تا امروز از امروز تا فردا میبینین تغییر میکنه در یک زمان به این نتیجه میرسن که هم جنس بده و در یک زمان به این نتیجه میرسن که خوبه این در بحث اخلاقیات در یک زمان به این نتیجه میرسن که به عنوان مثال شراب بده در یک کشور من همیشه در یک زمانی اما در زمان دیگه میگه نه خوبه در یک کشور میگه خوبه در یک کشور میگه بده یعنی یک حال یک وضعیتیه و حتی عموم مردم مد نظر گرفته نمیشن عرض کردم به خدمتتان این زشتی ها و بدی هایی که قوانین وضعی در کشورها داره برای خودتان مطالعه بکنید کشورها را ببینید وضعیتشان را ببینید حالتشان را ببینید یک جماعت اندکی که از این راضیه یک سیاست مداران که از این راضی خوشحالن اما ملت ها بر زیر بار بدبختی و تباهی متاسفانه دارن له میشن این نتیجه قوانین وضعی شما کجاست خوبیش؟ کجاست؟ سر کی رو شیر میملد؟ سر کی رو؟ به هر حال در وحی اسلام عزیز دینی هست که جامعه و کامل و شامل عرض کردن به الله متعال میگه الیوم اکملت لکم دینک و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم اسلام دینا وحی این را تشویق میکنه یا قل یا ای الناس ان رسول الله إليكم جميعا ای پیامبر بگو که من به سوی همه شما فرستاده شدم یعنی پیامبر علی صلوات و سلام دینشون صلاحیت همه زمان ها و همه مکان ها را داره و ما ارسلناک الا رحمت للعالمین ای پیامبر ما تو را مگر برای همه تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده ليكون للعالمین نذیر ای پیامبر الله در مورد پیامبر میگه که این الله این قرآن فرستاده برای پیامبر که برای همه عالمین برای همه نذیر باشه ترساننده و بیم دهنده آنها باشه از عذاب الهی و هکذا این شامل بودن شامل همه میشه و شامل همه زمان ها میشه درسته و از طرف دیگر اسلام عزیز گفتیم که 13 قرن حکومت کرده این قابل تطبیق و تطبیقش رو ما میبینیم برخلاف اون چیزی که امروز متاسفانه یک تعداد از تاریخ اسلام خبر ندارن و تاریخ اسلام رو میخوان خراب بکنن برید تاریخ اسلام رو مطالعه بکنید 13 قرن مسلمان ها حکومت کردند در طول این حکومت شما میبینید که ملت ها بودن اقوام بودن جماعت ها بودن برای همه اسلام قابل تطبیق بوده و مشکلات همه را حل کرده برخلاف قوانین وضعی که یعنی در یک کشور به پنج سال و ده سال میبینین که جمع میمانه باز قانونش رو تغییر میده اما اسلام با ثوابت خود همچنان باقی مانده و مانع نشده که در مسائلی که ثوابت نیستند تغییر بکنه یا در مسائلی که اخلاقیات نیستند دین, دین نیستند یعنی اساسات دین قابل تغییره درسته بر اساس ظروف و بر اساس ضروریت ها و بر اساس اماکن و بر اساس زمان ها مسائل را دیدین که گذاشته در مجال اجتهاد باز گذاشته برای همه واقعیت حال هم اینه که شما میبینید یعنی وضعیت کشورهای سکولار یا کشورهایی که اینها یعنی اکثریت مسلمانن اما در اونجا متاسفانه قوانین وضعی یا قوانین سکولاریت یعنی سکولار ها در رسن و قوانین وضعی را وضع می کنن و تطبیق می خوان میخوان بکنند شبیه اش رو در حکومت 20 ساله افغانستان که گذشت ببینید چی وضعی بود چی حالی بود کجا قانون کجا یعنی ب... يعني... یعنی چی چ... چی, داشتن یعنی چی داشتن و ها که بقیه کشورها را ببینید عرض کردم به خدمتتون از یک کشور تا کشور دیگر از یک شهر تا شهر دیگر از یک جا تا جای دیگر از یک سال تا سال دیگر هی در حال تطوره بر اساس منافع خودشان و حتی نمیتونه که مشکلات همه را برآورده بکنه نمیتونه که مشکلات همه را حل بسازه این قوانین وضعیشان قب... قوانین هست اما تطبیق اسلام باعث امنیت و آرامش روحی و روانی و جانی و مالی در جامعه میشه این رو با یک کلام برایتان تمام کرده و این رو ما در بعضی از برنامه های گذشته در بارش پرداختیم مثلا در مورد قصاص در مورد قطع دست دوست يوم در دا مسائل مثلا حكم ارتداد حكم رجم وبقي مسائل کي به مفصل من با اونها پرداختم و صحبت حال جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم من عجله كردم كين اين تمام بشه و الله خيرا وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته